چیزی در حدود 30 سال پیش ما هیچ مدرک علمی از وجود سیاره‌ای خارج از منظومه شمسی نداشتیم. امروزه به لطف پیشرفت‌های فناوری و تحقیقات علمی ما بیش از 5300 سیاره فراخورشیدی رو از جهان‌های بیگانه کشف کردیم که در اونجا منتظر ما هستند که برای تحقیق به روی آنها سفر کنیم. در ابتدا این اکتشافات بیشتر شامل غول‌های گازی بود، اما با گسترش توانایی‌های ما شروع به کشف سیارات فراخورشیدی کوچکتر و شبیه زمین کردیم. دانشمندان تاکنون بیش از 50 سیاره فراخورشیدی رو با جرم مشابه زمین و بیش از 800 جهان با شعاع کمتر از نیم برابر زمین پیدا کردند. ما چنین سیاره‌هایی رو نمی‌شناسیم که در منطقه قابل سکونت ستارگان منظومه‌شون می‌چرخند. منطقه قابل سکونت جایی که شرایط برای حمایت از حیات مناسب باشه، اما این شرایط در حال حاضر شروع به تغییر کردن کرده. همونطور که جستجوی ما برای سیارات قابل سکونت ادامه داره، ما شروع به کشف کل سیستم‌های سیاره‌ای با بیش از یک سیاره با شانس زیادی برای سکونت کردیم. ما در حال حاضر حداقل در مورد یک چنین سیستم‌های منظومه‌ای که در همسایگی کیهانی ما هستند اطلاعات خوبی داریم. کهکشان راه شیری ما دارای سیستم‌های فشرده متعددیه که در اطراف ستارگانی مشابه خورشید ما قرار داره. با این حال سیاراتی که به دور این ستاره‌ها می‌چرخند معمولاً خیلی داغ هستند و برای حمایت از حیات مناسب هستند. وقتی صحبت از ستارگان سردتر و کم نورتر میشه، منطقه قابل سکونت در اطراف چنین ستاره‌هایی بسیار نزدیکه. این گلیز 667 که به اختصار G667 هم بهش میگن. این منظومه ستاره‌ای سگانه که در صورت فلکی عقرب قرار داره، در فاصله 23 سال نوری از زمین قرار داره. این شامل اولین نمونه شناخته شده از سیستمیه که در اون یک ستاره با جرم کم دارای چندین سیاره سنگی با شانس بالا برای سکونت انسان هاست که در منطقه طلایی اون میچرخن. این مشابه آلفا قنطرسه. این سیستم دارای 3 ستاره است. GJ667A یک ستاره دنباله‌دار از نوع K و بزرگترین ستاره در منظومه است. جرم این کوتوله قرمز نارنجی 73% جرم خورشیده. شعاع اونم 76% خورشیده و درخشندگی بصری اون تنها 12% خورشید ماست. در فاصله متوسط 12.5 واحد نجومی در کنار اون GJ667B قرار داره. همچنین یک کوتوله نارنجی قرمز از نوع K که تقریبا 69% جرم خورشید ما رو داره و فقط حدود 5% از درخشندگی بصری ستاره ما رو تابش میکنه. درست مانند آلفا قنطرس، جالب ترین ستاره ستاره سومه. گلیز 667C یک کتوله قرمز از نوع M که جرم و شعاع اون فقط 1/3 جرم خورشید خودمونه. همچنین بسیار کم نوره و یک ستاره نسبتا سرد با دمای 3775 درجه کلوینه. با این حال علارغم اندازه کوچیک GJ667C دارای یک منظومه سیاره‌ای بسیار شگفت‌انگیز و غنیه. در ابتدا دانشمندان فکر می‌کردند که تنها 3 سیاره فراخورشیدی وجود داره که به دور ستاره C می‌چرخه، اما پس از بررسی مجدد داده‌های موجود و انجام مشاهدات اضافی، اونها متوجه شدند که در واقع 6 سیاره در این منظومه سیاره وجود داشته باشه که 3 یا حتی 4 سیاره از اونها ابرزمین‌هایی هستند که شانس زیادی برای سکونت انسان‌ها دارن. اما حرف از ابرزمین شد. ابرزمین دقیقاً چیه؟ این اصطلاح برای توصیف سیاره استفاده میشه که بزرگتر از زمینه، اما به اندازه غول‌های گازی مثل مشتری و زحل نیست. این سیارات میتونن از سنگ یا مخلوط‌هایی از سنگ و یخ تشکیل شده باشن و ممکنه دارای اتمسفرهایی باشن که بتونن اشکال مختلف حیات رو پشتیبانی کنن. نزدیکترین سیاره به ستاره گلیزی 667CB یک جهان داغ سوزان در 200 درجه سانتیگراده. این سیاره فراخورشیدی که پرجرم ترین سیاره در این منظومه است، حدود 5.5 برابر زمینه. احتمالاً جو بسیار غلیظی داره و تنها در 7 روز به دور ستاره میزبان خودش میچرخه. 3 سیاره با شانس بالا که قابل سکونت هستند در منظومه گلیزی 667 قرار دارن که همگی دورتر از ستاره میزبان خودشون هستند و جرم همه اونها بین 1 تا 5 برابر زمینه که اونها رو کاندیدای مناسبی برای سکونت ما میکنه.
بیلیزی 667 سی سی نزدیکترین سیاره بعدیه. در لبه داخلی منطقه قابل سکونت ستاره ها میچرخه. جرم اون حدود 3.8 برابر زمینه و شعاع اون 1.8 برابر زمینه و یک سال اون برابر با 1 سال و 28 روز زمینیه. شاخص تشابه این سیاره نسبت به زمین 0.85 و به عنوان جام مقدس سیارات فراخورشیدی شناخته میشه. به دلیل خروجی انرژی کم، منطقه قابل سکونت در اطراف کتوله قرمز جی جی 667 سی بسیار نزدیک به ستاره قرار داره و این چیزی شبیه به مدار عطارد میمونه. برای مقایسه با منظومه ما، زمین در حدود 1 واحد نجومی از خورشید قرار داره، اما منطقه طلایی این ستاره چیزی در حدود 11 صدم تا 23 صدم متغیره. اگه سیاره ما در این فاصله به دور ستاره سی بچرخه، یک دنیای کاملا یخی خواهد بود. جی جی 667 سی سی 8 بار نزدیکتر به دور ستاره مادرش میچرخه. فاصلش با خورشید تقریبا 12 صدم واحد نجومیه و هر 28 روز به دور کتوله سرخ خودش میچرخه. به دلیل چنین نزدیکی، سیاره فراخورشیدی احتمالاً به صورت جزر و مادی به ستاره خودش قفل شده، با روزی ابدی در یک طرف و شبی ابدی در یک طرف دیگه. تفاوت‌های شدید دما بین دو طرف احتمالاً تأثیر عمده‌ای بر آب و هوای جهانی در سیاره فراخورشیدی داره. گلیزی 667 سی سی حدود 10% کمتر از زمین نور خورشید رو دریافت می‌کنه، اما از اونجایی که بیشتر نوری که دریافت می‌کنه مادون قرمزه، این سیاره تقریباً همون مقدار انرژی رو دریافت می‌کنه که سیاره ما از خورشید دریافت می‌کنه. این به حفظ آب در سطح اون کمک می‌کنه و منجر به آب و هوایی مشابه به زمین میشه. دانشمندان به طور قطع نمی‌دونن که آیا این سیاره داره جوه یا نه، و یا اگه داره جوه، جوش چقدر ضخیمه. پیش بینی دمای سطح گلیزی 667 سی سی غیر ممکنه. اگر این سیاره جوی مشابه زمین داشته باشه، گرما رو منتقل می‌کنه و دما رو در سراسر سیاره با 30 درجه سانتیگراد دلپذیر و در سمت شب برابر می‌کنه. قطعاً زندگی در چنین سیاره‌ای تجربه‌ای متفاوت خواهد داشت. جی جی 667 سی سی از ستاره خود نور مایل به قرمز ضعیفی دریافت می‌کنه. دو ستاره دیگر که گلیزی 667 A و B هستند، در فاصله‌ای در حدود 230 واحد نجومی بسیار دورتر از فاصله بین پلوتو و خورشید هستند و خارج از منظومه سیاره‌ای قرار دارند. با این حال، دو خورشید دیگه همچنان به عنوان یک جفت ستاره درخشان در روز دیده میشن و در شب مانند ماه کامل میدرخشن و خورشید اصلی ما مثل ستاره‌ای دور ظاهر میشه. متاسفانه این کتوله قرمز نزدیک دارای شعله‌ها یا انفجارهای شدید، تشعشع و ذرات پر انرژی تا 1000 برابر قوی‌تر از شعله‌های خورشید ماست. این میتونه برای هر گونه حیات بالقوه در سطح گلیزی 667 سی سی مشکل ساز باشه، زیرا این سیاره نزدیک به ستاره میزبان شعله‌ور خودش قرار داره. میدان مغناطیسی قوی کتوله قرمز ممکنه باعث ایجاد لکه‌های ستاره‌ای بشه که میتونه خروجی انرژی ستاره رو تا 40% برای ماه‌ها کاهش بده. این همراه با عدم انتشار اشعه ماورا بنفشه و این مسئله دیگری برای شکل‌گیری حیات خواهد بود. زندگی در گلیزی 667 سی سی به دلیل حجم بالای سیاره شبیه اون چه ما در زمین عادت کردیم نخواهد بود، به معنای شتاب گرانشی متفاوت در سطح اون نسبت به زمینه. این جهان سنگیه و بنابراین شتاب گرانشی تا 60% بیشتر از اون چیزی که ما در زمین تجربه میکنیم رو خواهد داشت. فردی با وزن 75 کیلوگرم بر روی زمین به اندازه 120 کیلوگرم در گلیزی 667 سی سی خواهد داشت. علاوه بر این، سیاره‌ای با جرم بیشتر میتونه اتمسفر سنگین‌تری رو در خودش نگه داره که منجر به فشار اتمسفر بالاتر از سطح سیاره میشه. در صورتی که جوی مشابه زمین داشته باشه، فشار اتمسفر تنها چند برابر بیشتر خواهد بود، اما اگر سیاره فراخورشیدی جوی شبیه زهره داشته باشه، فشار میتونه چند صد برابر بیشتر باشه، معادل فشار آب در عمق چند کیلومتری اقیانوس‌های زمین. گلیزی 667 سی سی علارغم اینکه در یک منطقه قابل سکونت قرار داره، ممکنه شرایط مشابه به زمین نداشته باشه. اشکال حیات در سی سی ممکنه مجبور باشن با نوسانات آب و هوا، نور کم، فشار اتمسفر بالا و شعله‌های مکرر کیهانی سازگار بشن، اما این به این معنی نیست که زندگی نمیتونه در چنین جهانی شکل بگیره. ما قبلا نمونه‌هایی از سازگاری قابل توجه در زمین رو دیدیم. دو سیاره دیگه که شانس بالای حیات در اونها تقریبا یکسانه، گلیزی سی ای و گلیزی سی اف، هر دوی اونها دورتر از ستاره مادر خودشون قرار دارن و این به این معنیه که انرژی
انرژی کمتری دریافت میکنن. این میتونه اونها رو برای حمایت از زندگی که اونطور ما میشناسیم بسیار سرد کنه. اما برخلاف سیسی، داشتن جو غلیظ برای حیات بالقوه در این سیارات بسیار مفیده، زیرا گرما رو به دام میندازه و شرایط دمایی مطلوبی رو حفظ میکنه. مشاهده 3 سیاره در منطقه قابل سکونت یک منظومه بسیار نادره، اما 4 سیاره تقریبا غیر قابل تصوره. بر اساس یک مطالعه تخمین زده میشه که 5 سیاره در منظومه گلیزی 667C قرار دارن. تابش خورشیدی بین 20 تا 200% بیشتر از تابشیه که زمین از خورشید دریافت میکنه. این کاندیدایی برای سکونت بالقوه میدونه. اما عوامل دیگه‌ای در این جریان دخیل هستن. دانشمندان مشخص کردن که برای سیاره‌ای با جرم برابر زمین، منطقه قابل سکونت در اطراف گلیزی 667C دارای 2 مرزه، یکی در فاصله 9 صدم و یکی در فاصله 12 صدم واحد نجومی از اون ستاره است. هر سیاره‌ای که در این فاصله از ستاره سی میچرخه ممکنه بتونه به حیات خودش ادامه بده و شرایط مناسبی برای وجود آب مایع در سطح خودش داشته باشه. اگر سیاره‌ای بیش از حد به ستاره خودش نزدیک باشه، گرما باعث میشه که آب به بخار تبدیل بشه و از اون خارج بشه و سیاره رو قابل سکونت کنه. این امر به این دلیل اتفاق میفته که بخار آب یک گاز گلخانه‌ایه که میتونه گرما رو به دام بندازه و باعث افزایش دما به سطح غیر قابل تحمل بشه. فقط سیارات در لبه داخلی منطقه قابل سکونت با جرم بسیار زیاد هستند که مقاوم در برابر اثر گلخانه‌ای مرطوب هستند. از طرف دیگه اگر سیاره‌ای از ستارش خیلی دور باشه، مانند بیرونی ترین سیاره که گلیزی 667G نام داره، در معرض خطر پوشیده شدن از یخ قرار میگیره. در حالی که گازهای مانند CO2 میتونن سیاره رو بسیار گرم کنن و از این امر جلوگیری کنن، CO2 بیش از حد میتونه در واقع با بازتاب کردن نور سیاره رو سردتر کنه. بنابراین محدودیتی برای میزان CO2 قرار داره که به گرم شدن یک سیاره کمک میکنه. در سال 2013 اخترشناسان اعلام کردند که 667C حداقل 6 سیاره داره و احتمالاً سیاره هفتم به نام CH هم وجود داره. اگرچه این بسیار بحث برانگیزه، اما این سیاره فراخورشیدی میتونه کوچکترین سیاره باشه که تا کنون در اطراف ستاره سی پیدا شده. با جرمی حداقل 1.1 برابر زمین که درست بین سیارات بیوسی واقع شده. سیاره H به دلیل جرم و نزدیکی به ستاره والد خودش برای تشکیل حیات بسیار داغه، اما گردش سیارات E و F در منطقه قابل سکونت تایید شده. اگرچه مکان تخمینی سیاره D خارج از لبه بیرونی منطقه قابل سکونت و مدار اون هنوز مشخص نشده. این به این معناست که 667cc, cf, ce و احتمالاً cd همگی جهانهایی با شانس بسیار زیاد برای سکونت انسان هستند. کشف منظومه‌های سیاره‌ای با تعداد بالا در اطراف ستاره‌های ام کوتوله مانند گلیزی 667c به وجود تعداد زیادی از منظومه‌های سیاره‌ای در اونجا اشاره می‌کنه که هر کدوم داره چندین سیاره با شانس بسیار بالا برای سکونت انسان هستند. و از اونجایی که کوتوله‌های ام بیش از 70% کل ستارگان همسایگی کیهان ما رو تشکیل دادن، تعداد چنین سیستم‌های سیاره‌ای امیدوارکننده در کهکشان ما احتمالاً بسیار بیشتر از اون چیزیه که تصور میشه. به جای جستجو در سیاره بالقوه قابل سکونت در میان 10 ستاره، اکنون دانشمندان میتونن بر روی یک ستاره تمرکز کنن تا چندین نامزد زمین شماره 2 رو پیدا کنن. همونطوری که تلسکوپ‌های جدید و پیشرفته در حال توسعه هستن، توانایی ما برای کشف اسرار جهان با سرعتی تصاعدی در حال افزایشه. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که یک سیاره رو برای ما قابل سکونت می‌کنه، جاذبه است. اما جاذبه چقدر اهمیت داره؟ پیشنهاد می‌کنم ویدئویی که روی صفحه نمایشتون نشون داده میشه رو ببینید تا بفهمید چرا اینقدر جاذبه برای ما مهمه. راستی قبل کلیک کردن لایک، کامنت و سابسکرایب به این چنل رو فراموش نکنید.